سلام و وقت بخیر خدمت شما بزرگواران. با ادامه پوشش ویژه تلویزیون کرد کانال با شما بزرگواران هستیم. همچنان که پیداست رژیم ایران و نماینده اون در سازمان ملل نامه رو به ریاست دوره شورای امنیت سازمان ملل فرستاده و در اون همچون گذاشته به تحریف واقعیت ها پرداخته و اینطور وانمود کردن که انگار این ملت کرد و احزاب کرد در حقیقت هستند که امنیت ایران رو تهدید میکنن و این احزاب هستن که باعث ایجاد اختشاش به گفته خودشون و ایجاد امنی در سراسر ایران کردند و از این شورا خواسته که تصمیماتی رو یا رو اتخاذ کنه بر علیه ملت کرد و طبیعتا احزاب کردستانی که در کردستان ایران طبیعتا جایگاه و پایگاهی دارند برای گفتگو در این مورد در خدمت جناب دکتر آسو حسن کارشناس روابط بین الملل و استاد دانشگاه هستیم دکتر زمن خوش آمدگویی برامون بگید که در یه نگاه کلی در یک خانش کلی برداشت شما از این نامه چیه و جمهوری اسلامی میتونه چه کاری رو انجام میده و چه فشاری رو به شورای امنیت بیاره که خواسته هایی اگه داشته یا میخواد تخریب کنه رو بخواد تثبیت کنه و بر حزب دموکرات و همه احزاب و در حقیقت مرکز همکاری احزاب کردستان ایران تحمیل بکنه با سلام خدمت شما و بینندگانتون در ابتدا با توجه به اینکه این روزها تلویزیون کورد کانال در واقع به عنوان یگان تریبون کلان و متحد کردهای ایران رو به جامعه سیاسی این کشور و برای مقابله با پروپاگاندای جمهوری اسلامی عمل میکنه میخوام به این نکته اشاره کنم که این به اصطلاح نماینده دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل که به شورای امنیت فرستاده پر از ادعاهای بیمبنی اصحارات زد و نقیز دروغ و افتراع و تهمت زنی به احزاب سیاسی کردستان ایران هست و نه فقط کردها که امروز خوشبختانه اه، اه، کلیه جامعه سیاسی ایران و بخش اعظم مردم ایران به خوبی این را دریافتند که این پروپاگاندا و این تهمت ها مخصوصا مبنی بر اینکه این احزاب سعی کرده باشند که اعتراضات مردمی در داخل کشور رو به خشونت بکشانند کمترین اصل و اساسی نداره در این نامه جمهوری اسلامی به ظاهر از اصول و موازین بین المللی و رابط حسنه میان کشورهای همسایه صحبت کرده در حالی که صرف نظر از اینکه اقدامات جنایتکارانه و خرابکارانه جمهوری اسلامی در کردستان عراق با تمامی موازین حقوقی و انسانی بین المللی در منافات و مغایرت فاحش هستش قبل از هر چیز حاکمیت دولت عراق و حرمت حکومت اقلیم کردستان را زیر پا گذاشته و در این نامه جمهوری اسلامی ادعا کرده که با این اقداماتش از حق دفاع مشروع خودش استفاده کرده حقیقتش اینه که در قانون بین ملل برای اینکه طرفی یا دولتی بتونه از این حق استفاده بکنه باید قبلا از طرف جریانی یا دولت دیگری مورد تهدید و حمله قرار گرفته باشه در حالی که میدانیم که در این شرایط احزاب سیاسی کردستان ایران هیچ گونه اقدام مسلحانه بر علیه این رژیم انجام ندادند و حتی برنامه ریزی هم نکردهاند برای فرستادن نیروی پیشمرگ به داخل کشور در این نامه حتی همچنین ادعا شده که در موج اخیر حمله به مقررات و رهبری احزاب سیاسی کردستان ایران در عراق سعی بران شده که به اصطلاح موازین قانون بشر دوستی رعایت بشه حقیقت امر اینه و شواهد انکارناپذیری که در دست نشون میده که قانون بشر دوستی بیشتر از هر اه 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 مطلب دیگری و موازین دیگری در این عملیات اه اه پایمال شده به خاطر اینکه صرف نظر از اینکه این حملات صورت گرفته بدون اینکه قبلا همانطور که گفته شد از طرف نیروهای سیاسی کرد ایرانی اقدام خسمانه یا مسلحانه خاصی بر علیه این رژیم صورت گرفته باشه جاهایی که در این حملات مورد حمله قرار گرفته در واقع نهادهای سیاسی رسانهی حقوق بشری و سنفی این احزاب رو در بر می گرفت و حتی اگر رژیم اینجوری هم تلقی بکنه که این مواضع در واقع به عنوان ستادهای عملیاتی یا مقرات نظامی ازشون استفاده شده که اینطور نیست هیچ تفکیکی میان اهداف نظامی و اهداف غیر نظامی اینجا صورت نگرفته و همانطور که میدونیم اردوگاه پناهجویان کرد ایرانی مورد حمله قرار گرفتند مدرسه ابتدایی کودکان مورد حمله قرار گرفت و تعدادی از قربانیان زنان و کودکان بودند و اصل دیگه ای که اینجا پایمال شده اصل نسبیته که مربوط به نوع سلاح هایی که به کار گرفته میشه و کاربردی که از این سلاح ها میشه که باید طوری باشه که برای دولتی که اقدام میکنه یک اوانتاج یا برتری نظامی رو در پی داشته باشه که از این نظر هم اصلا اینجا صدق نمیکنه به هر صورت از همه جهاد این حملات با قانون بشردوسی و با کلیه موازین بین المللی در مغایرت بود خب جمهور اسلامی طبیعتا بخشی از فشاراش هم اینه که چه اقلیم کردستان چه دولت عراق و شورای امنیت رو تحت فشار بگذاره و بتونه خواسته هاش رو پیاده کنه و به اون توقعی که خودش داره برسه در مقابل طبیعتا اقلیم کردستان و دولت عراق و مجامع بین المللی آیا زیر فشار خواسته های جمهوری اسلامی میرن و جمهوری اسلامی میتونه اون خواسته ها و مطالباتی که داره رو به کرسی بنشونه به اصطلاح الان اگر بخوام به سوال شما یا بهتر بگم به سوالات شما بپردازم باید خدمتتون عرض کنم که اینجا باید دو موضوع رو از هم جدا کرد یکی موضوع حضور مقررات احزاب سیاسی کردستان ایران در خاک کردستان عراق هست و اینکه پرسیده اید که دولت عراق حکومت اقلیم کردستان و مخصوصا شورای امنیت سازمان ملل متحد در این زمینه میتونن چه روی کردی رو در پیش بگیرند تا جایی که به دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان برمیگرده طبیعتا جمهوری اسلامی از طریق پراکسی های خودش در پارلمان عراق در سطح میلیشیاها و به طور کل در صحنه سیاسی عراق حضور و نفوذ داره با اینکه خوشبختانه سطح حضور و نفوذش بسیار پایین اومده و حتما همچون گذشته سعی میکنن در این زمینه فشارهایی بیاورند ولی من فکر نمی کنم کاری در این زمینه به فرض اینکه دولت عراق هم به بده از دستش بر بیاد تا جایی هم که به حکومت اقلیم کردستان برمیگرده من فکر نمی کنم نه حکومت اقلیم نه احزاب و نه مخصوصا مردم کردستان عراق به این فشارها تن بدن و این در واقع یک سنت تاریخی جنبش سیاسی کردها هست که هم دیگر رو پناه میدن و با این که به طور طبیعی میشه برای این حضور و تحرک نیروهای سیاسی کرد ایرانی و نیروی پیشمرگشون موانعی پیش بیاد که مافی سابق ولی من فکر نمی کنم که بشه مورد قبلی مجاهدین خلق در عراق رو با مورد احزاب سیاسی کردستان ایران یکی گرفت تا جایی هم که به شورای امنیت برمیگرده من فکر نمی کنم در این زمین شورای امنیت هیچ رویکرد خاصی در پیش بگیره طبیعتا شورای امنیت از ثبات و تمامیت ارزی و حاکمیت ملی دولت ها من جمله دولت عراق دفاع میکنه کما اینکه در قدنامه های قبلی هم همیشه گفته ولی الان در واقع آنچه که بیشتر شانس شنیده شدن رو داره صدای هایی هست برای محکوم کردن اقدامات و منفرهای خرابکارانه و جنایتکارانه جمهوری اسلامی در منطقه و درسته که بخشی از اعضای دائمی شورای امنیت مخصوصا روسیه و چین در این موارد از کشورهایی همچون ایران دفاع میکنند و یا لااقل موضعی رو در پیش میگیرند که مانع این میشه که یک قطنامه ای تصویب بشه اه ولی اه من فکر نمی کنم که حتی اگر اینجوری هم باشه بیانیه ای که مثلا از نشست خودش ریاست دورهی شورای امنیت میتونه صادر کنه و یا اظهاراتی و موازعی که اتخاذ میشه از طرف دیگر دولت های عضو دائم شورای امنیت مخصوصا فرانسه، بریتانیا و از همه مهمتر آمریکا و مباحثی که نزد بخش اعظم اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در دیگر نهادهای مخصوصا حقوق بشری این سازمان در جریان هیچ در هیچ کجا گرایشی نمی بینیم که این حرف جمهوری اسلامی خریداری داشته باشه و در واقع امروز افکار عمومی جهان کاملا به این نتیجه رسیده که آنچه که در داخل ایران میگذره در واقع یک قیام مردمی مشروع هستش و این اقدامات خرابکارانی رژیم در خارج از مرسایش برای اینه که توجه ها رو منتقل بکنه از داخل کشور به خارج از مرزها و هدفشون از این نامه هم همچون اقدامات دیگه رسانی و حتی میدانی که در روزهای گذشته جمهوری اسلامی انجام داده در واقع آماده کردن زمینه یک جنایت باید گفت شاید بزرگتر و برافروختن جنگی در خارج از مرزها هست برای اینکه دوباره تلاش کنند که افکار عمومی مردم ایران و حتی جهانیان رو به انحراف بکشانند که من همانطور که گفتم بعید میدونم که دیگر افکار عمومی مردم ایران به این دام بیفتند و جهانیان هم بهش باور نمی کنند. ولی باید واقع بینم بود که شاید به دلیل موانع سیاسی و حقوقی در سطح سازمان ملل و مخصوصاً شورای امنیت مکانیسم تصمیم گیریش به جوری نباشه که در خصوص ایران موفق بشه این شورا که یک قدنامی لازم الاجرا رو مبنی بر فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد به تصویب برسانه و سوال آخرمون از دکتر حسن زاده احزاب کرد ایران یا مرکز همکاری احزاب کردستان ایران چه کاری رو میتونه انجام بدن که اونا هم صدای خودشون رو به جمع جامعه بین الملل و به همه بخش های کردستان و نهادهایی هایی که تصمیم گیر هستن برسونن بر این باور هستم که ما باید به رایزنی های خودمون ادامه بدیم به طور متحد اقدام کنیم برای اینکه توجه جهانیان مخصوصا دولت های مطرح در سطح بین در منطقه ما رو به این حقیقت جلب بکنیم که الان آنچه که در منطقه ما صورت میگیره برای کلیه کشورهای همسایه و حتی برای کلیه جهانیان میتونه یه خطری باشه یه تهدیدی باشه برای ثبات و همزیستی در در اون کشورها هم و اینکه جمهوری اسلامی نباید موفق بشه که این بار قیام مردمی رو سرکوب بکنه و مخصوصا اینکه میزان سرکوب در کردستان و در دیگر مناطق ملیت ها مخصوصا بلوچستان و احواز بالاتر هستش این را باید حتما برجسته کرد و به راهکارهای اندیشید که از طریق اون میتونه جامعه جهانی یا بخشی از دولت های مطرح در سطح رابط بین ملل به کمک مردم در ایران مخصوصا در کردستان بشتابند و من فکر می این که قانونی و سیاسی هست برای اتخاذ یک رویکرد کرد مشترک و لازم الاجرا بر اساس فصل هفتم هم طور که گفتم این به این معنی نیست که وقتی که شرایطش مساعد باشه و دولت های غربی رو متقاعد بسازیم اینا نخواند هیچ اقدام عملی انجام بدن میدونین در مورد قبلی کردستان عراق در سال 1991 که قدنامه 688 برای کمک رسانی انسانی به کردهای عراق از طریق شورای امنیت به تصویب رسید دولت های آمریکا و بریتانیا در خارج چارچوب این قطنامه منطقه پرواز ممنوع برای اه، اه، کردهای عراق رو بنا کردن و بعدا خیلی از حقوقدانان انتقادم کردن که این اقدام حتی دولت ها هم گفتن که این اقدام اصلا در چارچوب این قدنامه نبود و در با این قدنامه در مغایرت بود در حالی که ما هممون میدونیم این اقدام بسیار مشروع و به بود که کردهای عراقی ازش سود بردن پس با وجود این مشکلات و معانی که گفتم ما حتما باید کوشش های خودمون رو یکی کنیم برای رایزنی هایی که لازمه تا در راستای اینکه جمهوری اسلامی نتونه دیگه به جنایات خودش و به اقدامات خرابکارانش بر علیه احزاب کردستان ایران در کردستان عراق و به طور کل بر علیه مردم ما ادامه بده خیلی ممنون از حضور جناب دکتر آسو حسنزاده و بینندگان گرامی به پایان این بخش پوشش ویژه رسیدیم و خدا نگهدارتون